پدره با پسره گفت با قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف اون عمر که ای بی سر و پا در رهی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، به خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و بعد از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شهرت و والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند وقتی بگذشت و بعد از آن امر فرمود به احضار پدر، پدر را بیاره. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایه خودخواهی و کبر نظر افکند سر و پای پدر. گفتی که تو آدم نشوی؟ تا کنون شهمت و جا هم بینیگر ای پدر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد زده. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. عالم شدن آسان، انا آدم شدن کار مشکل است. ای پسر، با پدر زشتی مکن، ناگه خدا کورت کند، از دری درگاه لطفش رانده و دورت کند. با پدر با لطف و احسان گفتگو کن دائما، آخر کس نمیداند چیسان خواهد شدن فرجام ما. گر به پیری میرسد دستش بگیر خوارش مکن، با سخنهای زبانت هیچ آزارش مکن. آخر آن پدر بیشت تو رو از جان عزیزت کرده است، هیچ کار نیست بهری تو ادا کرده است. شعر اقبال گوش دار و با پدر زشتی مکن جانی برادر. احترامش کن که الله قدر تو دارد فوزان. دیروز همه ما و شما شاید یک واقعه شدیم که در صحیفه صالحین یک نوار بود. اندکش رو منم تماشا بکنیم. بیزن و بفرزن پنشت دارم من زده های کرد. میگوید که پنج فرزند داشتم، لیکن مرا از خانه راندند. یک پدر ده ها پسر را نور چشمان میکند، شب نگفته روز نگفته نان و آب می آورد. ده پسر را بینگرید ترکی پدرشان کرده اند، ای خدایا هیچ پدر را بر پسر محتاج مکن. حیف فرزند که بی ناموس و بی آر شود، وقتی پیری پدر و مادری او خواه شود. احترامشون کنید که بعدم پشیمان خواهید شد.